سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر. حجت هستم. امروز قرار در مورد بحث اجاره خونه تو آمریکا صحبت کنیم، اینکه اجاره خونه چقدر هستش و اینکه کلا چجوری ما میتونیم توی آمریکا خونه اجاره بکنیم. توی کانال من به صورت کلی در مورد زندگی آمریکا صحبت میکنم، در مورد همه چیزش، در مورد فروشگاهاش، در مورد نحوه زندگی، رسوماتشون، طبیعتشون. پس اگر کانال منو تا حالا سابسکرایب نکردید، حتما سابسکرایب بکنید و ویدیوها رو ببینید. اما اینکه چجوری توی آمریکا خونه اجاره بکنیم، مثل ایران یه حالتی وجود داره که در واقع قضیه مشاور املاک، یه همچین حالتی هستش. یه سری افراد هستن بهشون میگن بروکر، که این بروکرها یه هزینه ای رو از شما میگیرن و واسه تون خونه پیدا میکنن، یا اینکه از صاحب خونه یک هزینه رو میگیرن، تبلیغ میکنن واسه خونه و از این طرف از شما یه هزینه رو میگیرن و در واقع مچ انجام میشه و شما میرید خونه رو میبینید و اگه دوست داشتید اجاره رو مینویسید. دقیقا مثل اون حالتی که تو ایران ما داریم و بهشون میگن بروکر. حالا این بروکرها یه اصطلاح حالا رسمی تر هم دارن که بهشون میگن ریل استیت. ریل استیت دقیقا همون مشاور املاکه، اما مثل ایران نیست که دیگه هر طرف، هر نفر بخواد واسه خودش مشاور املاک بزنه راحت بتونه این کار رو بکنه. باید یه سری دوره‌های خاص رو بگذرونن که بهشون میگن در واقع همون ریل استیت لایسنس رو حتما باید داشته باشن و بعد از اینکه این دوره‌های خاص رو گذروندن میتونن مشاور املاک داشته باشن. یه جورایی همچین اصطلاحی رو واسش به کار میبرن و خب توی اون طرف میتونه خونه هم بفروشه و هم خونه اجاره کنه، دقیقا همون چیزی که تو ایران داریم. اما میگم با توجه به اون لایسنسی که میگیرن متفاوت، یعنی فقط بعضی از اونا میتونن خونه رو اجاره بدن به مشتری و نه بعضی هاشون میتونن خونه رو خرید فروش هم بکنن. این حالت اولش بود. حالا یه سری هزینه های این بروکر فیا دارم. مثلا من خودم واسه خونه جدیدی که قراره برم داخلش $500 که در واقع مینیمم هزینه بروکر فی هست رو من دادم به این آقای بروکر و خونه رو واسه من در واقع مچ کرد، پیدا کرد. $500 هزینه کمی نیست. حالا اگر من در مورد اجاره خونه صحبت بکنم شما گوش بدی، خواهید دید که کلا هزینه خونه توی آمریکا زیاده. $500 حالا الان اگه دلار نمیدونم 28 تومن 30 تومن باشه، تقریبا خب 15 میلیون تومن میشه. یعنی 15 میلیون تومن شما فقط داری میدی به یک دلال که این وسط خونه رو واسه شما پیدا بکنه. کار خاصی هم نمی‌کنه. دقیقاً کاری که تو ایران داریم، فقط یک قراردادی رو می‌نویسه و شما امضا می‌کنید، طرف امضا. توی این قرارداد به صورت کلی بهش میگن لیز اگریمنت. لیز اگریمنت یا همون کانترکشنی که هست، یه قراردادی که شما با صاحبخونه می‌نویسی واسه مدت 6 ماه، 1 سال، ایناش فرقی زیاد نمی‌کنه. این حالت اول بود که با توجه به بروکر. اما یه حالت دیگه که تو آمریکا خیلی رایج هستش اینه که خود کسی که میخواد خونهش رو به اجاره بده یا حتی کسی که میخواد یه خونه رو اجاره بکنه میره توی یک سایت خاصی، مثلا مینویسه، میگه من بودجم $1000، بودجم $2000، میخوام یه خونه اجاره کنم از جولای تا دسامبر. اگه کسی از که مثلا خونه مناسبی با توجه بودجه من داره به معرفی کنه و توی سایت قرار میده، از اون طرف هم شمارهشو میذاره یا ایمیل میذاره و طرف بهش پیام میده. یا اینکه اگه طرف بخواد خونهش رو اجاره بده، میاد توی سایت قرار میده مشخصات خونهش رو، مشخصات اتاقش رو، عکسش رو قرار میده و میگه که خب ببینید این خونه، این اتاق مثلا توی یک خونه، توی این خونه ما 4 تا اتاق میتونه باشه، 5 تا اتاق میتونه باشه، 3 تا اتاق میتونه، یعنی همه مشخصات خونه رو به شما میده و میگه اجارهش اینه، اگه دوست داشتین بیان اینجا و خونه رو ببینید و بعد قرارداد میبند. یعنی اینجا دیگه نقش بروکر وجود نداره، این فقط بین خود شما هست و اون صاحب خونه. اما توی این بحث اجاره کردن خونه یه چیز خیلی مهمه، خب اونم اینه که utility included باشه یا utility included نباشه. حالا utility کلن چیه؟ ببینید اینجا اجاره برق، اجاره گاز، آب، اینا همه با هم در نظر میگیرن، بهش میگن utility. حالا این وسط میتونه واشر یا درایر که همون ماشین لباسشویی و اینا هستن باشه، وای فای رو هم میتونه در نظر بگیره. برخی از خونه‌ای که شما میخواین اجاره بکنید میگه که utility included هست.
خب یعنی شما مثلا یه اجاره خونه $700 یوتیلیتی اینکلوده. یعنی چی؟ یعنی شما $700 میدی هم واسه خونه هم واسه قبض برق و گاز و همچین چیزه. برخی خونه ها نه، برخی خونه ها میگه نه آقا یوتیلیتی نات اینکلودد، یعنی شما $700 مثلا واسه خونه میدی اما اگه پول قبض و برقی هم اومد شما باید اونو پرداخت بکنه. این حالتی مثل ایرانه. اما خب این فکر نکنید اینجا مردمش همه 100% خوبن و همه چی گل و بلبل، نه. برخی از صابخونه ها اولش نمی‌نویسن توی قرارداد. حالا اگر نپرسی ازشون یا متوجه نشی ممکنه این وسط یه $50 ماهیانه هی از جیب مبارک باید خرج کنی واسه این قضیه. دلیلش هم اینه که طرف نوشته آقا من اجاره خونم $700 ولی نگفته که من یوتیلیتی اینکلودد هست یا نیست. پس این یه بحثی که وقتی میخوای خونه رو اجاره کنی توی آمریکا حتما باید در نظر بگیر، ازشون بپرسیم. حتی بحث واشر و درایر، یعنی برخی از خونه ها هستن که اصلا ندارن ماشین لباسشویی رو ندارن و شما باید ازشون بپرسی آقا این ماشین لباسشویی داخل خونه هست یا نه. مثلا بهتون میگم تو این اتاقی که من هستم توی خونه ای با 4-5 نفر دیگه، خب و این 4-5 نفر دیگه یه ماشین لباسشویی داریم و یه درایر. خوش کن صاحب خونه ما یه خانم چینیه. این خانم چینی خیلی آدم زرنگی، حالا سنش هم بالاست 72 سالشه ولی واقعا آدم زرنگی، من قبولش دارم، یعنی خیلی آدم زرنگیه. کاری کرده توی روز اولی که ما قرارداد نوشتیم نوشته بله واشر هم هست تو خونه، درایر هم وجود داره. اما شما هر دفعه که قرار از واشر استفاده بکنید یه سری کوارتر، یعنی سکه 25 سنتی 1/4 دلار، از این سکه‌های کوچیک باید 6 تا از اونا که میشه 1.5 دلار رو داخل این دستگاه واشر قرار بدی، ماشین لباسشویی قرار بدی تا اینکه بتونی ازش استفاده بکنی. خب الان یه جوریه دیگه، شما بگین هر دفعه که قرار باشه از واشر استفاده کنی 1.5 دلار، هر دفعه قرار باشه از درایر هم استفاده کنی 1.5 دلار باید پرداخت کنی، 3 دلار باید بدی مثلا. خب هزینه زیادی نیست 3 دلار، ولی بعضی اینی که صاحب خونه های اینجا هم زرنگ بازی در میارن، یعنی حتی از همین چیزای کوچیک هم قراره پول در بیارن و کلا بحثی نیست که بخوای یعنی بگی که خب حالا مهم نیست. یعنی باید یه چیزایی باشه که در نظر داشته باشی وقتی میخوای خونه رو اجاره بکنی. و هزینه‌های خونه ببینید خیلی متفاوته، خیلی بسیار متفاوته. اما اون چیزی که حالا به ایالت‌های متفاوت من دیدم از دوستان خودم، ببینید یه رنج قیمت بین مثلا $500 تا $1,000 که گرونترینش معمولا مال کالیفرنیا و نیویورکی هستش که من توی زندگی میکنم. مثلا تو نیویورکی که من هستم الان این اتاق هم اتاق کوچیک، حالا من یه ولاگ کلا در مورد اینکه این خونه الان هم چجوری و خونه که داره قراره مثلا چند وقت دیگه برم داخلش تفاوتاتش رو نشون میدم. یه اتاق خیلی کوچیکی، اتاق شاید 10 متریه که توی این اتاق 10 متری من دارم ماهیانه $680 یوتیلیتی اینکلودد میدم، یعنی $700، یعنی 20 میلیون تومان من تقریبا ماهی دارم اجاره یه اتاق 10 متری رو میدم که با 4-5 نفر دیگه شیر شده. این خونه مثلا فکر کنیم 5 نفر که باشیم، دو تا بسروم داره، دو تا سرویس داره، یه کیچن داره و 20 میلیون تومان واسه همچین چیزی، خب به نظر خیلی زیاد میاد. ولی قیمت واقعی تو آمریکا همه چیز همینقدر گرونه، راجع به خونه، راجع به بحث خونه واقعا گرون هستش. و وقتی که نگاه میکنم میگم خب الان مثلا حالا خونه بعدی که قراره برم داخلش اجاره خونهش $800، خب حالا با پول بروکرفی هم که در نظر بگیری واسه مثلا یک سال مثلا یه چیزی حدودش $810 $815. بعض اینه که این $815 اون خونه تفاوتش وقتی با این اتاق هم نگاه میکنم تفاوتش مثلا چقدره؟ $200. ولی این $200 بچه خیلی فهم، حالا این خونه رو با اون خونه من نشون خواهم داد تفاوت بشه، خیلی با هم دیگه فرق میکنه. خب ولی اینم بهتون بگم $200 واسه یه دانشجویی که فقط و فقط داره اینجا توی محیط دانشگاه کار میکنه و فول فاند هستش و فقط هزینه، یعنی میتونه تو دانشگاه کار کنه، $200 خیلیه. اینو داشته باشی تو ایران هم 5 میلیون تقریبا، یعنی پول بنکنم پول کمی باشه، پول اجاره، پول در واقع حقوق یه کارمند شاید باشه. و یه همچین چیزایی هست. حالا اگه قراره بیان اینجا این دید رو حتما نسبت به خونه داشته باشید و اینو بدونید که هزینه‌های خونه بسیار گرون هستش.
حالا اینکه مشاور املاک رو گفتم بهتون در مورد اینکه چجوری یوتیلیتی اینکلودد باشه یا اینکلودد نباشه رو گفتم، یه رنجی از قیمت خونه ها هم دادم. حالا فکر کنید بچه ها این یه اتاقه، خب یه حالت دیگه داریم ما بهش میگن استودیو. استودیو معمولا گرونترن. حالا فکر کنید اتاق من اگر هست مثلا $700، استودیو هست مثلا $1400. استودیو حالتیه که در واقع یه اتاق بزرگه، حالا میتونی یه اتاق کوچیک هم داشته باشه و آشپزخونه سرویس فقط واسه یه نفره یا حالا یا حد اکثر دو نفر. اینو بهش میگن حالت استودیو که قیمتاش متفاوت تره. یه جورایی مثل در واقع فکر کنید یه اتاق 12 متری، یه اتاق 6 متری در نظر بگیرید و یه فضای دقیق تقریبا 20 متر مربع در نظر بگیرید که توش آشپزخونه و اینا همه چیز وجود داره. این هم شد از قضیه در واقع آپارتمان و استودیو. حالا اگه بخوایم هزینه بیشتری بکنید، خب مسلماً آپارتمان میتونید بگیرید، خونه میتونید اجاره کنید که اونا هزینه‌اش خیلی بیشتره و $4000 $5000 بستگی داره به مساحت خونه متفاوت هستش. اما کسی که میخواد $4000-$5000 بده خب معمولا نمیره خونه اجاره کنه، میره میخره خونه. حالا اونم در مورد خرید خونه هم حتما صحبت خواهم کرد. حالا بریم یه سری سایت هایی وجود داره که من میخوام راجع به اونا صحبت کنم. این سایت ها که شما میرید میگید که حالا من میخوام اجاره خونه اجاره کنم، یا اینکه صاحب خونه میاد اونجا یه مشخصات خونه رو میذاره و شما میگید خب من میخوام برم این خونه رو بگیرم یا نه. یه سری سایت های مختلف بچا وجود داره، یکیشون Airbnb که فکر کنم همتون با آشنا هستید باش. Airbnb یکی این حالت موقت تر داره، یعنی اینکه طرف مثلا توی نیویورک توی منهتن میخواد یه پولی در بیاره آخر هفته، یا اینا خودش نیست اصلا، شاید خودش باشه مثلا میخواد یه پولی در بیاره، مثلا یه مسافر واسه دو سه روز اومده منهتن، میاد توی سایت Airbnb میذاره میگه من یه خونه دارم با این مشخصات، هر کس خواست واسه دو سه روز بهش میدم. خب این سایت Airbnb هستش که فکر کنم اکثرا آشنا باشه، این حالت مهمان میگیره ولی خب پولم میگیره ازشون، اما هزینهش از هتل کمتره، واسه همین Airbnb الان خیلی بابه، خیلی کسا میرن Airbnb. یه سایت دیگه هست مثلا Craigslist، حالا من سایت Craigslist رو حتما نشونتون میدم. سایت های دیگه هست مثل سایت سیترو، roommate.com، اسپیر روم، اسپیر کلا یعنی فضای خالی، وقت خالی، اسپیر روم حالا .com این میشه در واقع اتاق خالی. اینا رومی داریم، اپلیکیشن هاشون هست مثلا roomy.app.com یا roomy.net یا خود RoomGo. اینا سایت های مختلفی هستن، سایت های بسیار زیادی وجود داره اما اینا شاخص ترینشون هستن. اما ماورای این سایت هایی که هست، فیسبوک تو آمریکا خیلی بچه ها کاربرد داره، یعنی تو ایران مثلا ما خب تلگرامی هست، اینستای هست، واتساپی هست، تو آمریکا مثلا اینستا معروف هستن، تلگرام و واتساپ اینا نمیشناسن ولی فیسبوکشون خیلی فعاله. خب فیسبوک توی آمریکا بسیار فعاله و کاری که میکنن چیه؟ کاری که میکنن اینی که هر کامیونیتی، مثلا آقا من دانشجوی دانشگاه هم یک کامیونیتیه، این دانشجویان دانشگاه یک در واقع یک گروهی دارن توی فیسبوک با عنوان مثلا اجاره خانه برای افراد مثلا گریجویت استیودنت، برای دانشجوهای گریجویت یا برای دانشجوهای آندر گریجویت، که شما میرید اونجا و توی اون کامیونیتی خاص توی فیسبوک تبادل نظر میکنی، حالا مثلا میگه خونه میخوام بذارم یا خونه میخوام بگیرم یا همچین حالتی. مثلا من خودم خونه اول این اتاقی که الان توش هستم و از سایت Craigslist گرفتم، اصلا ایران بودم، من ایران بودم اصلا خونه رو ندیده بودم، عکساشو فقط دیده بودم، رفته بودم تو سایت Craigslist نگاه کردم، یکی از دوستام اینجا بود، بهش گفتم یه بیانه بده به صاحب خونه و بعدش این خونه رو من اجاره کردم. خب یعنی از سایت Craigslist بدون اینکه من ببینم از ایران این اجاره کردم، اومدم اینجا. حالا راضی هستم یا نه زیاد تموم شد دیگه قاعدتا آخرای اجاره نشینیم اینجا و بدون اینکه حتی خونه رو ببینم اجاره کردم. خب یعنی فقط یه بیانیه $200 یکی از دوستان لطف کرده واسه من پرداخت کرد قبل از اینکه من بیام و بعدش دیگه تموم شد قضیه. اما شما میتونید برید داخل خود سایت Craigslist و اون خونه رو برید از نزدیک ببینید و حتما
ببینیم که آیا اصلا دوستش دارید یا نه. اما یه بحثی تو سایت در مورد دیپازیت الان یادم اومد، یادم نره بهتون بگم، برخی از خونه ها اینجا دیپازیت میگن. دیپازیت یعنی بیعانه. خب دیپازیت اینجوریه که معمولا به اندازه اجاره یک ماه خب ازتون میگیرن، یعنی همون اول مثلا اینجا اگه 700 دلار باشه، حالا من 680 دادم، 700 دلار اگه باشه 700 دلار بیعانه میدی، 700 دلار هم اجاره ماهیانه میدی. خب این حالت هم وجود داره که به عنوان دیپازیت اینجا معروفه و باید اونو هم در نظر بگیرید. کرگلیست رو گفتم، فیسبوک کامیونیتی های مختلف رو هم بچه حتما در نظر بگیرید اگه قرار اجاره خونه اجاره بکنید، چون بسیار بابه، بسیار افراد داخلش میذارن مشخصاتشون رو. و من مثلا خودم هم میگم این خونم از کرگلیست گرفتم و خونه بعدیمو داخل یکی از همون گرادیویت گروپ های داخل فیسبوک تونستم خونه رو اجاره بکنم. به صورت کلی این یه سری مشخصات بود راجع به سایت های مختلف. الان بریم سایت کرگلیست رو ببینیم با هم دیگه مثلا چه جوری هستش محیطش کلا. داخل سایت کرگلیست وقتی میرید با توجه به لوکیشنتون بهتون گزینه های متفاوت رو ارائه میده. الان مثلا اینجا وقتی ما داخلش میشیم، حالا من میخوام نیویورک و لانگ آیلند انتخاب کنم، وقتی واردش میشین میبینید گزینه‌های متفاوتی هستش. برخی افراد حتی مثلا اون شغل‌های متفاوتی وجود داره رو هم میان داخل سایت کرگلیست میذارن و در واقع یه سری میگن آقا این فرصت شغلی هست، اگر میتونید و توانایی‌هاشو دارید بیاین اونو بگیرید. حالا بحث ما الان در مورد خونه هستش، داخل وارد هاوسینگ میشیم. وقتی وارد هاوسینگ میشیم یه حالتهای واسه خرید و فروش وجود داره که ما به اون کار نداریم، یه حالتی از رومز شیر و همچنین رومز وانتد. رومز وانتد حالتی هستش که شمایی که میخوای خونه رو اجاره بکنی میری اونجا میگی من این مشخصاتم، اجارم اینقدر میتونم بدم، بودجم اینقدر، خونه هست به من بدید یا نه. اما اون چیزی که ما میخوایم ازش صحبت کنیم مثلا هست رومز شیر، که ببینید داخلش، وقتی ببینید داخلش فیلترهای متفاوتی توی سمت چپش وجود داره که شما میتونید اون فیلترهای متفاوت رو اعمال بکنید. مثلا یکی از این فیلترها فیلتر هزینه هستش که شما میتونید مینیمم و ماکسیمم رو اعمال بکنی و با توجه به این فیلتر خونه ها رو دقیقا واسه شما نشون میده. مثلا این گزینه اولی که من انتخاب میکنم، بریم داخلش ببینیم چجوریه آگهی هاشون. وقتی وارد سایت میشی، وارد اون تبلیغ میشی، در واقع پست میشی، مثلا اول یه سری عکس داره. برخی از پست ها عکس ندارن ولی بعضی هاشون عکس میذارن، یا برخی هاشون عکس نمیذارن. شما میتونید پیام میدی به صاحبخونه بگی واسه من عکس بفرست. حالا مثلا این عکس داره، عکساشو وقتی نگاه میکنیم میبینی یه اتاق 800 دلار باید بر ماه بدی واسه همچین خونه و عکساشو هم داریم میبینیم. و میاد پایین معمولا مشخصات دیگرشو هم میذاره، مثلا اینجا نوشته که شما یک ورودی پرایویت انترنس دارید، ورودی شخصی دارید، مثلا گفته که چیا اینکلودد هست یا نیست، نمیدونم سیستم گرمایشش، الکتریسیتی، اینترنت، اینا این رنت هست، یعنی یوتیلیتی اینکلودد، یعنی اینا با خود اجاره خونه که همون 800 دلار حساب میشه، یعنی 800 دلار میدی دیگه اینا همه شاملش میشه. و دیگه اومده رستریکشن ها و محدودیت هاشو گذاشته، گفته که آقا نمیدونم شما نمیتونی پارتی داشته باشی اینجا، اسموک نداری، درایک نداری، داگ و پت نداری، یعنی سگ و حیوانات نمیتونی داشته باشی اینجا و اینجور مسائلی هست. همچنین مثلا گفته اوورنایت کمپانی نداشته باشی، یعنی آقا شب کسی نیاد باید بخوابی، یا مثلا مهمونی داری، دوست دختر دوست پسری داری، باید یعنی مثلا دو سه ساعت بیاد خونه تو بعدش بره، یعنی شب نمیتونه اونجا بخوابه. اما اون پایینش مثلا نوشته اوکیژنالی اوکی، یعنی حالا
هر از گاهی یه شبم بخوابه کسی اونجا مشکل نداره. آخرش هم مثلا نوشته مشخصاتتون رو، اسم و فامیلتون رو، شمارتون رو بفرستید که بتونیم با هم دیگه در ارتباط باشیم. خب دوستان عزیز، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. یه ویدیوی کوتاه، فکر میکنم مفید واسه شما بود، واسه اینکه بتونید دیدتون راجع به اجاره خونه تو آمریکا چجوری باشه. ویدیوهای دیگه خواهم گذاشت، حتما کامنت بذارید در مورد چه چیزایی دوست دارید من اینجا ویدیو بذارم، و امیدوارم که سابسکرایب حتما بکنید. وقتتون بخیر و خدا حافظ.